بینندگان و شنوندگان گرامی، درود فراوان از نوع بیکران بر شما. امید آرزو دارم که در هر کجای این غربت گزنده و پهناور که به سر میبرید، گوش برادران کر خوب و خوش و سلامت و سرحال باشید. بلی هیست که این امید آرزو تنها شامل آن دست از عزیزان نمیشود که همزیستی با کژدم و غربت را و همنشینی با حضرات ترجیح داده و در چهار گوشه جهان آواره شدند، بلکه آن گروه وسیع از همسرنوشتان را نیز در بر میگیرد که در وطن خویش غریبند. باری شما بزرگواران، امروز چهارشنبه 12 سپتامبر مبارک از برج برجام الحرام سنه 2018 ترسایی برابر با 23 شهریور 1397 خودمانی و 1438 آخوندی به 147مین برنامه طعم طنزتر از تلویزیون میهن به اهتمام سید بهبهانی توجه بفرمایید. این برنامه در قلمرو طنز سیاسی و اجتماعی است و محتوای آن نیز برگرفته از طنز نوشته های هفتگی حمیزا رحیمی است که به مکتوبات یا مکتوبات فدوی هم اندکی معروف است و تلخی طعم طنز در این برنامه به لحاظ فجایع اتفاقی در وطن سابق است و این بنده فقیر کمتر از قطمیر هم عنوان منشی و مجری در رکاب شما بزرگواران شمشیر میزنم. بسیار خوب، دوستان گرامی که با ما اون سلفتی دارن میدانند ما معمولا برنامه رو با یک قطع شعر فارسی عمدتا در حوزه مدرن و یک قطع خط فارسی آغاز میکنیم از آثار حمیزا رحیمی و تصویر شماره 1 رو اگر داشته باشیم، یک نمایی است از کتاب هایی که یا آثاری که این سراینده به اتفاق فدوی و یا جداگانه مرتکب شده هم. بله، عرضه بدارم که شعر جمع جبری رو برای شما انتخاب کردم از مجموعه یک تکه از زمان چاپ دوم که دوستان گفته بودن اگر نام میبریم از کتاب نشان بدهیم که این هست. این چاپ دوم، البته چاپ نخست دیگه در دسترس نیست و اسم شعر هست جمع جبری. دوستان یاد دارن در دوران مدرسه این جمع جبری یک ترم ارز کنم که ریاضی بود، یکی از اصطلاحات ریاضی بود. بر روی خدمت شما عرض میکنم، شب بسیار تاریکی بود، چندان که چراغ سقف اتوبوس خورشیدی تابناک مینمود. پنجره را که گشودم هراسی زلال بر چهرم وزیدن گرفت و به من فهماند چقدر تنها هستم. دوباره همه را شمردم، 32 نفر بودیم، من و 31 صندلی خالی اتوبوس. این شعر با توجه به شعرهای حمیزا رحیمی که عمدتاً کوتاه هستن، این میشد که به این گفت میان قامت و شعر جمع جمعی بود. خب، تصویر شماره 2 را ملاحظه فرمایید دوستان عزیز، یه قطع خط فارسی است که در تصویر شماره 2 ملاحظه بفرمایید و آنچه که در میانه این تابلو یا اثر ملاحظه میفرمایید با قلم نستعلیق نوشته شده است و دو قلم دیگر هم در این کار مصرف شده است، یکی قلم کتابت هست و یکی قلم شکسته. و حالا دریا همه اون درشت هست و میشه ردید بخوان، اما اون بقیه رو که در پینامون خوش نویسه شده عرض کنم که دوستان بعید است که بتوانند بخونند. بعد عرض میکنم از این سو دو بیت بسیار زیبا از دکتر شفیع کتکنی بزرگوار هست و فرمود که حسرت نبرم به خواب اون مرداب، کارام درون دشت، درون دشت شب خفته است. حسرت نبرم به خواب آن مردا، کارام درون دشت شب خفته است. دریایم و نیست باکم از توفان، دریا همه عمر خوابش آشفته است. بسیار بسیار زیبا از استاد. خب دوستان عزیز و نازنین، قسمت چیستان رسیدیم. توضیح کوتاهی برای دوستانی که اخیرا با ما حق شدن و ملازم فهمونن عرض بکنم که این آقای دکتر فدوی ما
هر هفته با یک پرسش معمولا مصور گریبان ما رو میگیرد، به قول امروزی ها ما رو به چالش میکشد که آقا این داستان چیست و اینها اسمش چیستانه. و ترجیح دادم که دو قسمت داره، هفته گذشته و هفته آینده. هفته گذشته رو با هم دیگه نگاه بکنیم. هفته گذشته دو تا عرض کنم که تصویر داریم در این ارتباط که شماره 3 و 4 هست. شماره 3 و 4 رو به ترتیب از سری آقای بنواری میفرمایید. خب اجازه فرمایید بنده نگاهی هم بکنم ببینم آیا دوستان نظری داشتن. بله چند تا هم از دوستان اصلا نظر فرمودن. بنده خلاصش عرض میکنم دیگه اون قسمت تعارفات و اینها رو که بزرگواری به سال بود میکنن رو بنده فراموش میکنم و خود اصل مطلب رو عرض میکنم. ناظرین مرغوب داشته است که این سرویس تاکسیرانی داعش است. داعش متمدن که نبودن دوست عزیز که از این کار رو حالا به هر حال تصویر اگه ملاحظه فرمایید زمنان محیط ترتمیزی است و این برادران داعش که چرک نمیس برادران خودمون هستن اینها جز ویرانی چیزی تولید نمی کنن و نکردن. بله خب به دوست دیگری نوشته است که در تصویر دوم، بله تصویر اول رو که شماره 3 از تصویر دوم شماره 4 و میشه مرغوب داشته است که در تصویر دوم این آقا دارد از آن خانم درخواست ازدواج میکند. این مد دیگه توی بلاد کفر عرض کنم که مد یهو سورپرایز میکنن به قول اینجا یا و در یک جای حتی جای عمومی مثلا در یکی از همین بازی های آسیایی از کنم یک شمشیر بازی فکر میکنم اگر اشتباه نکنم تحلیل از بنده است در محل استادیوم خلاصه اون دختر مورد علاقه رو خواستگاری فرمود و انگشتر مربوطه رو از کنم که به قول اینا به قول عوام دلیوری کرد. زده انقلاب این دوست عزیز خودمون باید باشه که میکایل ضد انقلاب میگوید که این راننده تاکسی در ژاپن با الگو گرفتن از بازیگری در تئاتر و با پوشیدن لباس سراسر سیاه و حتی با پوشاندن صورت خود با پارچه مشکی به مسافران خود سرویس سکوت را در تمام مسیر راه میدهد. این مطلب ایشان هست و دوست واپسی مرغوم داشته است که اینا باید سامورایی باشن. خب هم این پاسخ شماره 4 و هم پاسخ شماره 3 اینا خیلی نزدیک هستن به پرسش صحیح و درست و پرسش میکایل البته دقیق تر هست. خب حالا این خبر رو من خدمت شما بگم که این آدم داعش نیستن یا تقاضای ازدواج نکرده و اینا یه شرکت تاکسیرانی سانا از کنم سانا با کوتسو ژاپنی من بلد نیستیم و ژاپنی منده ضعیفه در یک هامای ژاپن در راستای شناساندن فرهنگ اصیل خودشون ژاپنی به گردشگران پس منوش اینا توریستن سرویسی به نام نینجا تاکسی خب این ورزشگران گرشته اسم بویا در از کنم ترسی ورزش برای راه اندازی کرده است و این سرویس مسافرها توسط رانندگانی که با لباس نینجاها برای عرض کردن جا به جا می شوند همچنین این رانندگان سلاح های نینجاها را هم که به شکل اوریگامی ساخته شده است و همراه دارند و جالب این است که به شیوه آنان نیز صحبت می کند. به هر حال بسیار بانمک بودن این دوستان شش پادومی ما. بله سامورایی. خب هفته آینده خدمت شما عرض بکنم که تصویر شماره 5 هست و فدایی خواسته از ما که ببینیم که این دوست عزیز رو میشناسیم آیا چیزی در موردش میدانیم اینها عنایتی بفرمایید و تعاملی بفرمایید. یک هفته فرصت هست و اگر نظری یا پاسخی داشتید مرحمت کنید و بنده هم هفته آینده به شرط عمر و برنامه
سر را به علما مستقبل میکنم و پاسخ درست را از فدایی میگیرم. سعید میگه آقای مثل خودمونه، علامت چپ زده به راست داره میپیچه. خیلی خوب، حالا که فعلا که سعید یه عیب رو این گذاشت، حالا ببینیم که هفته آینده چه خواهد بود. بله خب دوستان، رسیم بخش بازرگانی و ممکنه بعضی از دوستان حیرت کنن که این آقای فدوی ما که اهل معنا بوده است و اینها چی شده است که اهل بازرگانی و بیزینس و این حرفا شده است و اینها. داستان طولانی است، بعد کوتاه میکنم که دوستان نشانی میدم که تشویقم به سایت نویسنده has.com www.has.com. قسمت های گوناگونی داره، بخش انتشارات رو نگاه کنید، یک کتاب اونجا ملازم فهمید با روی جلد بسیار بسیار زیبا از دوست عزیز هنرمند برجستمون از کنم ویژن اسدی‌پور نازنین، و از کنم که قرارش نشان بده این عکس کتاب و خود کتاب، و این کتاب هست در اونجا از کنم که از بذارم که مقاله هست در جلد نخست این کتاب تذکرت الاشقیا که الان نشان دادم، مفصل نوشته است که چرا این آقای فدوی متمایل به بیزینس شده است. اون رو ملاحظه بفهمید که ما مجبور به نقلش نباشیم، ولی حالا که این کتاب رو بعد به دست گرفتم معمولا توصیه میکنم این پشتش دیگه من نشان بدم به شما. اصلا که علت داره اینکه عرض بکنم، معمولا توصیه میکنم که کتاب رو از ابتدا به انتها بخوانید. حالا دوستانی که این کتاب دارن یا از بکنم که پیش از اینا تهیه کرده بودن، بنده پیشنهاد کردن که یا خانم شما این کتاب رو از آخر به اول بخوانید، یعنی از پشت جلد شروع بکنید. در اونجا عرضه بدارم که برخی، چون خب به هر حال این قسمت پشت کتاب خیلی وسعت ندارد، که برای همین یه تعدادی اظهار نظر هست، اون رو حتما نگاه بکنید اگر کتاب رو در اختیار داشتی، و عرض کنم که از جاهای مختلف هادی خورسندی نازنین، سایت بسیار خوب سینمای آزاد، به عنوان آدم های عرض میکنم که خبره و مطلع بسیار نظر فرمودن در مورد طنزهای فدوی. حالا ایناش که خب به هر حال دوستان صاحب صلاحیت هستن، اما از میان خوانندگان هم اینجا آمده است، خوانندگان عرض میکنم معمولی مثل من و شما اینا، بعد از برادران هم اینجا نقل شده است، از میان خوانندگان مکتبی. منظور بنده این بود و آقا که اینا معمولا میدونید که در تاریکی می نشینند و ما که روشنایی هستیم زیر لامپ عرض کنم که دوشنام میگوین رو نفرین میکنن که مالی نداره. بعد این آقا خانم لام میم نوشته به زندگی کثیفتون، منظورش بنده هم منظور شما نیست، به زندگی کثیفتون بیشتر دقت کنید، میفهمید لعنت هر روز ما ملت مؤمن و مسلمان در عباداتمون سرتاپای زندگی های حرامیتان را گرفته و لعنت خدا بر تو و همفکرانت، همین زاره می ملحد. یکی دیگه به نام طرفدار حق نوشته است که خدا لعنتت کنه تو گونمرگ بر همین زاره می فدوی. زیرش نوشته که معلوم می شود که معالجات دکتر فدوی مؤثر واقع شده است. این که عرض بکنیم طنز می گذد و برادران دردشون میاد از این جهت است. به هر حال بعد قفلتا یاد پشت جلد این کتاب افتادم، گفتم به قول عوام با شما شیر بکنم. خب بریم سراغ عرضه بدارم که ببینیم چند آگهی تعم تلخ طنزم. این بخش بازرگانیش به هر حال دیپارتمان خودش داره و عرضه بدارم که آگهی میپذیرند و مثل همه جای دیگه عرض کنم که مسئولیت صحت و سقم محتوای آگهی ها رفتی به فدوی ندارد و به گردن تبرخورده آگهی دهنده است. بعد یادم نره که از بزرگوارانی که در امر تهیه و از کنم تنظیم تصاویر به ما کمک میکنن، بعد
قدردانی و سپاسگزاری کرده باشم. نازنینان فرو، ماندانا، یاشار، میکائیل، مجیخان و آرزها یغلابی و میترای نازنین و چند نفر دیگه از دوستان که گفتن نیازی به ذکر نامشون نیست. خب دوستان نگاه کنیم آگهی ها رو، تصاویر رو با هم دیگه تصویر شماره 6 ملاحظه فرمایید که به نظر یک کار با فروشی میاد. اینا ماشاءالله بسیار هم پروپیمان هست و خب آنچه که جالب است این در واقع یادداشتی است که این بزرگوار در اونجا نصب کرده است که قیمت سیگار هر لحظه در حال نوسان است. لطفا بحث قیمت نکنید، دیگه اعصابش خرد شده و اصول نبید بزرگوار. و تصویر بعدی شماره 7 رو ملاحظه فرمایید دوستان. بعد تصور این بود که خب این عمامه ای که این دوستان افزون برای اینکه به کله خودشون میبندن به گردن مردم میاندازن، تصور کردیم که خب یه چند مختصر یا چند متر به متر هم نمیرسد پارچه است. ولی شما نگاه بکنید ببینید که هر عمامه چقدر پارچه میبرد واقعا، ملاحظه بفرمایید. و گویا اصلا این کار همه کس نیست. حالا اتفاقا سعید هفته گذشته اشاره کرد در یه ارتباطی، گفت این اصلا متخصص دارد و به هر حال مغازه‌هایی دارند که این کار رو انجام میدن. به هر روی بسیار جالب است که این همه پارچه داره مصرف میشه و پارچه مشکی پرکراغی که از بایم که شادر چیه برتر پوشش برتر مقام معظم رهبری زعفر لا پرستانته است. خب ملاحظه فرمودید که چه مایه پارچه در اینجا هدر می رود. در تصویر بعدی نازنینان شماره 8 هست این تصویر و بارها ممکن است دیده باشید که مقامات وزارت بهداشت اظهار نظر فرمودن که ما چیزی به نام طب اسلامی نداریم. حالا چطور جرأت کردن بگن اینو بنده نمیدارن، شاید چون خودی بودن. به هر حال هر از گاهی اینا میزنه بیرون که باز این حاجه ها خلاصه طب اسلامی را انداخته است. حجت الاسلام و المسلمین استاد ضیایی. بعد یکی دیگه مخبت دیگری هم در مورد پر شدن سوراخ دندان چیزهای حیرت انگیزی گفت که در کلیپ هست، ما شوربختانه نمیتونیم نشان بدهیم. شما لطف کنید که سرچ بفرمایید و نگاه بکنید که چگونه میشود که دندان خواهش شده رو از طریق طب اسلامی بزرگوار پر کرد. الان بیاد ندارم واقعا یک هندوانه مخصوصی آب اون رو مثلا باید بریزی اون دندانی که در واقع کاملا سوراخ شده و دیگه مزمن شده است اون خوب خواهد شد. خدا کنه این دروغ شما راست باشه برادر. خب تصویر بعدی هم نگاه بکنید دوستان گرامی که آجاها داره درس میده، درسای یه خود بودار هم داره میده. بله خب رابطه های دختر و پسر اشکال دارد اشکال ندارد، دو قسمت است، اشکال دارد اشکال ندارد. انواع رابطه ها، این خیلی جالبه دوستان اگر نمیدانستید بدانید. بله انواع رابطه ها، چشمکی بعد صدا. خب یعنی چی صدا؟ یعنی خب هر آدم یه صدایی داره به هر حال. بعد لمسی، خب بعد میتونم بفهمم که لمسی به هر حال در حوزه روان حال و حول هست. و رابطه آخر زیر پتو هست که دیگه بعد فکر کنم که اون حالت سرنوشت ساز هست. به هر حال ای کاش که ما و بینندگان محترم زده انقلاب سر این کلاس بودیم و بهره ها می بودیم، بهره ها می بودیم. خب دوستان در تصویر بعدی شماره 10 شما یک آگهی
به قول عوام یونیک میبینید، تا حالا ویدستان اینگونه نبود. البته الان یادم افتاد همه الان که کتاب الان در دسترس نیست، ولی بعد هفته آینده اگر یادم بود میارم. ببینید کتاب فدوی داره که مجموعه طنزهای سیاسی است که به اسم تنفس ممنوع، چاپ دوباره، چاپ اول دیگه الان نیست ولی چاپ دومش هنوز هست، در دسترس هست در اونجا. چون فدوی میدونید از همه فرما یا فرمت ها برای از کنم بیان طنز خودش استفاده میکنه، و یکی از اونها آقای استخدام هست، آقای مزایده، مناقصه، از کنم که خبر و همه چی، برای از تمام قالب ها فدوی استفاده میکنه، و یکی از اونها آقای استخدام هست که در اونجا در اون کتاب تنفس ممنوع اگر در اختیار داشته باشید نگاه بکنید ملاحظه میفرمایید. مثلا فرض کنید فلان اداره مهندس برق خواسته مثلا 12 تا و به عنوان تجربه ارز کنم که مثلا سابقه برق انداختن ذریع مقدس 10 سال مثلا فرض کنید مهندس برق. برحال حالا این نازنین هم آگهی فرموده است روشن و خانا به 2 میلیون ایرانی با شرف جهت تحسن باسیم و نشستن در میدان آزادی برای آزادی میهنمون از دست بیگانگان نیازمندیم. برای این آقای به همین ترتیب دست ما رسیده بود و ارز کنم که ملاحظه میفرمایم. خب دوستان گرامی، داریم به ماه مبارک محرم نزدیک میشویم و اینها، و خلاصه واویلایی خواهد بود و برادران به جان ملت میفتن. انواع اقسام، یکی رو ملاحظه کنم تصویر شماره 11 که این بازار، این ارز کنم که مداحان گرامی که از لومپنهای بسیار مشهور جامعه شکوهمند اسلامی هستن، اینا نونشون تو سکه هست و حیرت انگیز هست واقعا. ولی که ببینید شما، حتی به باشار اشاره کرده باشم، حتی در حوزه ادبیات رسمی ما مدعی و مد چیز مذمومی است، چیز پسندیده نیست. البته این بحث مفصلی دارد که الان جای ترش اینجا نیست که چرا برای این بزرگواران تن به مد میدن یا مدعی میدن. میخوام عرض بکنم برای اونها داره ارزش هنری است و بسیار خوب و زیبا و والا، اما در این حال در تحلیل نهایی به قول دوستان مذموم است و مداهی چیز پسندیده نیست، که حالا اینجا شده شغل و بسیار هم پردرآمد. و حتی بزرگواران اینگونه که میگویند در سیاست های مملکت اسلامی هم البته دخالت دارند. این هم از این. بعد تصویر بعدی رو ملاحظه فرمایید، در تصویر بعدی باز استنباط بنده این بود که از کنم نوحه شاد و اسپورت، نمیدونم یعنی چی، برای ماشین رسید. نوحه شاد، خب نوحه شاد یعنی غم انگیز نباشه، رنگ بابا کرم چیزی مثلا قاطی کرده باشن. نه، خود این بزرگواران مداح میکنن این کارو دیگه. اون آهنگ مشهور زندیات خواهیده رو با حوض بیشتری خوانده است و صدای کلوفتی. البته حالا شاید این آگهی هم چنین منظوری داشته باشد که نوحه شاد و سپورت برای ماشین رسید. نوحه گویا شاید هست مثلا تو سی دی و اینا، من نمیدونم. خب دوستان، خب چرا سعید داره میگه که نوعه مضمون و محتوای حزن‌آلود داره، بنابراین بعد وقت این شاد اینجا چه از کنم سیغه ایست. پرسش یا ایراد کاملا وارده واقعا. حالا بنده نمیدونم اینا میخوان که مثلا فضای اون نوحه خشن رو اندکی تلطیف بکنن، مثلا چون ملاحظه فرمودید که اصلا مثلا اون آهنگ زندگی شاید بسیار اثر زیبایی است و مردم سابقه ذهنی داره، و وقتی اینا سرعت میکنن این آثار رو و
روش مهملات دیگه میذارن، خب به خیال خودشون در دل دوست بر حیله رأی باید کرد. به هر حال حیله سعید وارد است و اینو مانعت الجمع گریه و شادی، مگر اینکه گریه شادمانه باشد که اون داستان دیگری است، اما گریه و شادی به هر روی از کنم که مانعت الجمع مثل جمهوری اسلامی، مثل جمهوری اسلامی، مثل این است که شما مثلا بگویید یک سماور و یک کفش می شود دو تا کفش دو سماور، نمی شود لاکن جمهوری تعریف دارد، اسلام هم تکلیفش معلومه. بنابراین جمهوری اسلامی مانعت الجمع است. باری خب دوستان عکس دیگر هم در اینجا نگاه بکنیم. این ماجرای پوشک بچه ها واقعا میگم البته آبوی در کار نیست که برباد برفتد، اما شما یه لحظه تصور شو بفرمایید که حالا هر کشوری که شما در ذهن دارید که آیا ممکن است که مثلا عالی‌ترین مقامات یک کشوری، حالا نام مثلا نبرید، یک کشوری عالی‌ترین مقاماتش اینا بشینن راجع به پوشک صحبت بکنن؟ تا حالا شما دیدید شنیدید مثلا بعد رفته پیشم اشاره کردیم و اون چند بیتی هم که فدوی ساخته بود ارز کنم که اون رو هم برای شما خواندیم که هوا کردند گر کفار موشک ولیکن اختراع ماست بوچک، که در مورد این توضیح دادم که این برادران چون مشکل دارن با سگ، سگ با اینا مشکل نداره، اینا با سگ مشکل دارن، اونم داستانش طولانیست اینا. و به هر حال این بوچک یک ترکیبی است از سگ و گرگ، و برادران گفت، برادران متخصص البته گفته بودن چون میزان گرگی در این امتزاج بیشتر است در نتیجه نجس نیست. حالا شما نگاه بکنید که چگونه است واقعا که عالی‌ترین مقامات این مملکتی میشینن راجع به پوشک بچه هفته ها بحث و جدل میفرمایند و اینها. تصویر بعدی که ملاحظه میفرمایید در این ارتباط است، توضیح خدمتون دادم که ملاحظه فرمایید تصویر شماره 15 رو دوستان ببینید که از جرایت شریفه دار و خرافه هست. ملاحظه میفرمایید در سمت چپ لوگو رو ملاحظه میفرمایید و قشنگ کار شده. ملاحظه میفرمایید که بله، 5 بسته معیشتی دولت برای عبور از شرایط نابسامانی اقتصادی، نخرید، نخورید، ننوشید، نپوشید و نمیرید. بسیار کار زیبا، مفید، مختصر یا مختصر و مفید. بر نوار بهداشتی هم البته باز همون سرنوشت دچار شده است و جلسه هیئت دولت و مقام معظم رهبری ظارف‌الله لاپورساته همچنان برقرار است برای داستان پوشک. و نوار بهداشتی در تصویر بعدی، تصویر 16، ملاحظه فرمایید که حالا ممکنه سعید هم یادان بگه آقا این چی یعنی چی. نوار بهداشتی پرمیس اگر درست خوانده باشم با نصب رایگان، نوار بهداشتی نصب و مثلا تا اونجا که بدیل دارم مثلا دوازم یدکی نمیدارم یخشان دوازم برقی این حرف ها نوار بهداشتی چجوری نصب میشه، بعدم رایگان یعنی چی؟ این واقعا من نمیدونم، نمیدونم سعی چیزی به نظرش میرسه کمک بکنه یا نه، ولی بنده نمیدونم. به هر حال با نصب رایگان. خب دو تصویر بعدی یا سه تصویر بعدی دوستان عزیز از 17 تا 18 و 19 باز در همین ارتباط است. بعد فدایی اینجا سوء استفاده بهینه کرده است و در این حال قضیه رو مرتبط کرده است با پوشک و ضمناً به طریقه طنز تصویری خدمت شما تقدیم میکنه. در مورد طنز تصویری از منظر فدوی پیش از اینا توضیح دادیم که منظور فدوی از طنز تصویری چیست. حالا نمونه ها رو ملاحظه فرمایید، تصویر شما 17 و 18 اصلا که طنز تصویری است، اون کودک اون بچه با این عکس به همین ترتیب بود. بعد فدوی اون عبارتی که اضافه کرده ملاحظه میفرمایید در واقع سرنوشت این عکس عوض میکنه، اینو فدوی میگه طنز تصویری. خب اون بچه داره میگه پوشک ما رو کی بلند کرده، احساس کرده یه چیزی نداره.
که پوشک ما رو کی بلند کرده؟ ملاحظه ببینید اینو فدایی به اضافه کرده به این عکس، زیرش هم نوشته has.com. بله تصویر بعدی هم همینطور، بچه رو نگاه کنید اصلا حالش گرفته است و بسیار افسرده است و فدایی اضافه کرده است به این تصویر که نامه یوسف به زلیخا رسید، دستخط قیس به لیلا رسید، این پوشک ما نرسید، این بچه داره میگه که اون در سمت راست تصویر ملاحظه می‌فرمایید نامه یوسف به زلیخا رسید، دستخط قیس به لیلا رسید، پوشک ما نرسید. مقام معظم رهبری جهت اطلاع آقا پوشک برسون برادر، این اقتداری که شما میگوید اقتدار حکومت اسلامی، این اقتدار کجا؟ این بچه پوشک میخواد. مقام معظم بله ملاحظه فرمودید و تصویر شماره 19 مطلبی که نوشته شده کار فدایی نیست، همینجوری از بین به این ترتیب دریافت شده. ملاحظه فرمودید که اینم برای متدی است برای مقابله با پوشک که از توطئه های استبار جهانی و صهیونیسم بین الملل هست. این پوشک هم اینجوریست. ملاحظه فرمودید که بچه اون عرض کنم که وسیله مربوطه رو در دیوان گذاشتن که نیازی به پوشک نداشته باشه. و خب دوستان تصویر شماره 20 هم نگاه بکنید. خب اگر پوشکی در کار نباشد خب این بچه این کار میکنه دیگه در تصویر شماره 20. حالا عکس یک قیشی هم بعد با دو تخم مرغ اونجا میبینم. تصور بنده این است که محتوای این آگهی تهدید کننده است، یعنی به بچه گفته شما اگه اینجا جیش بفرمایید خلاص ما اون لازم یدکی مربوطه رو با قیچی میبریم. این است که حاج آقا پوشک برسون، پوشک چی شد حاج آقا؟ سر جد پوشک رو برسون. خب گرچه مسئله پوشک از کنم برحال به اقتصاد مربوطه است، اما در بخش اقتصاد هم ما دو تا کاریکاتور داریم که با هم نگاه میکنیم. شماره 21 که در واقع کار مدرنی هست و بعضی از طراحان و نقاشان که دوستان فدایی می کاره کرده بود که فرض بفرمایید از خود شی مثلا کفش فرض بفرمایید استفاده کرده بود، اون کفش رو در تابلو گذاشته بود، خود کفش رو در تابلو گذاشته بود و از کنم که با تمهیدات دیگری. و هر روی تصویر بسیار که نگاه بکنید در واقع قسمت گرافیکیش یک رینگ بوکس هست و حریفان دارید ملاحظه این فهمید که دوران لعنت الله علیه هست، بچه رایج ممالک محروسه امام زمان عج. چون ملاحظه فرمید در همون عکس پیشین دیدید که در یک هموطنی در آذربایجان قیمت‌ها رو با دلار مشخص کرده، پس نتیجه اخلاقی می شود که دلار بچه رایج ممالک محروسه حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فدا عج می باشد. خب در این رینگ بوکس هم سرمش معلوم است دیگه که عرض کنم که با ملاج به زمین آمده است. و کاریکاتور بعدی رو نگاه بکنید دوستان از کارهای درون مرزی شماره 22 تا شما از طریق بهبانی دریافت میکنید. بنده از این قهوه کور یکی شکری زیاد شد و باری. خب دوستان تصویر شماره 22 رو هم نگاه بکنید که گویاست، توضیح هم دوستان اضافه کردم همکاران درون مرزی. بله اون آقا از هیئت و هیبتش معلوم است که از برادران مسئول است، اون بالا نشسته، بقیه مردم رو زیر دارن له میشن و ایشون طبق معمول به سخنرانی مهمرات خردمندانی خودش ادامه میده. ما برای کاهش فشار اقتصادی برنامه ها داریم. این برادر که دوست دارم یادتون هست که
آنچنان رونقی تولید بکنیم که نام چه بشود، که چی بشود اینا. بله، برای این کنایه از فشار اقتصادی است و در سمت شب نوشته شما از زبان ملت، البته شما خودت بیا پایین، ما با بقیهش مشکلی نداریم. بنابراین میگوید که برای مشکل مردم این حضرات هستند. بله. خب دوستان عزیز، قسمت ورزش هم یه نگاهی بکنیم ببینیم چیزی قابلی هست خدمت شما تقدیم بکنیم. بله، یه چیز حیرت انگیز بعد قبل از که بیام با اولرمان آفیس دیدم که برای خود تیتر اینه که رزمیکار ایرانی که باید تست دوپینگ میداد از هتل فرار کرد. برادر دوست عزیز، دوپینگ هم به هر حال یه طول عرضی داره، اینقدر هایپر شده بودی به قول دوستان که در رفتی. برای گزارش در پیوند هست و بازی آسیایی که در اندونزی است و در ادامه خبر حاکی است که سه مورد مشکوک مسئولین مربوطه به قول برادران رصد کردن که اومدن دو تاشو انجام دادن تست و سومی فرار کرد. بله. بله. خب دوستان گرامی، هفته گذشته یک بانوی سیاه‌پوست امریکایی که تنیس باز بسیار مشهوری است رو راجعش صحبت کردیم که برادر احمد نژاد دام تحریکات هم از آن سوی جهان اعتراض کرده بود که آقا این به اون استادیوم مربوطه تنیس که چرا احترامی خانم رو نگه نداشته. شما نگاه کنید کی راجع به چه صحبت میکنه، کسی که عرض کنم که چماقی بوده دست مقام معظم رهبری برای کوبیدن تو سر مردم عموما و زنان و دختران خصوصا. این آدم موجود شرم هم نمی کنه. در هفته پیش عرض کردم نشون دادیم که عکس اینا، این بانو تمرد کرده از اربابشون، لباسش تنیس لباس استاندارد است دیگه، مشخصه، و ایشون رعایت نکرده و یک لباس سرتاپا مشکی و چسبان، به شدت چسبان در بر کرده بوده بانوی بزرگوار و هر مسئولان تو تذکر داده. این برادر مخبت الاسلام احمد نژاد ما از اون سوی جهان ایراد گرفت، آقا چرا شما ایراد گرفتید به پوشش؟ شگفت انگیز واقعا، حیران میشه که به هر حال، هر حال بدی نیست، اما باید در دهن کی بیرون میاد و چه سابقه عرض کنم که درخشانی داره در امر سرکوب مردم و عموماً و زنان و دختران خصوصا. باری تصویر شماره 23 بنده نمیدونم یادم رفت یا نه، گاهی وقتا آدم از کوره در میره. تصویر نگاه بکنید، تصویر 23 و این کاریکاتوریست اینو انجام داده، البته مورد اعتراض موقع شده است که آقا این نجات پرستان است و اینها. یعنی اگر موازی فرمایید مشخص است که این کاراکتر برها سیاه پوست هست و اینها. بر روی ارز کنم که سخن کوتاه ارز بکنم که مجموع جریمه هایی که این بانوی حاشیه ساز به قول برادران جریمه هاش حدود 17,000 دلار شده به خاطر تخلفاتی که در کار ورزشش کرده و عصبانی شده. خانم ویلیامز اسمش، خانم ویلیامز عصبانی شده و عرض کنم که در این مسابقه بوده که 4-6 و 2-6 میوازه ایشون و بعد میاد سر داور داد میزنه و او رو دوز و دروغ خطاب میکنه و اون هنرمند کارتونیست هم برحال او رو به این ترتیب که ملازم فرمایی تولید کرده است و اینها. ضمناً این اتهامی که این نژاد پرستان است و یا ضد زن است و اینها رو بهشون رد کرده بوده. من منظورم مطلقاً این نبوده، به تخلفات ورزشیشون کار داشتم. خب از عرض کنم که هنرمند کاریکاتوریست سرزمین خودمون آقای مانا نیستانی گرامی، تصویر 24 رو ملازم فرمایی که موشک به جای پوشک بسیار قشنگ است. گویا ملاحظه می فرمایید. بله. خب دوستان عزیز،
سینما هم یک ناخونه که بزنیم. در خبرها بنده دیدم که یک بنهوری قرار است که ساخته بشود در اینها، و آقای مصطفی در پرانتز ساد قربانپور کارگردان سینما گفته است که قصد دارد فیلمی درباره توسی قاری پرحاشیه قرآن بسازد و این فیلم در ژانر کودک و نوجوان خواهد بود. به قول ستون فدوی، حرفا میزنه قیصر، چشا میره مغز سر. این آقا رو زندان باشه که خوب نیست، مدعای منتخب مقام معظم رهبری است، بنابراین هر چند تا نوجوان روشون نفره کرده باشه لکن به سود اسلام است. برای حالا این آقا آدم قطعی بوده، میخواد زندگی اینو بسازه. برای بنده خیال میکنم که این فیلم که ساخته بشه باید بگم به اضافه 16، یعنی از 16 سال به بالا به پایین، خلاصه قدغن است دیدن این فیلمی که قرار است تولید بشه. ما بی‌صبرانه منتظر این بنهوری هستیم که برادرم میخوان بسازم. خب گرامیان، رسیدیم به قسمت پیش درآمد. در پیش درآمد ما معمولا خبرهایی رو که زمان زیادی از نشر اونها نگذشته بسیار به اجمال و اختصار اشاره میکنیم و اساس رو برای میگذاریم که دوستان از طریق رسانه هایی که منحصر کار خبر میفرمایند در جریان مبسوط خبرها هستند. تصویر شماره 25 ما در ارتباط با این داستان بسیار ناراحت کننده و غم انگیزی است که همگان به قدر کافی در جریان هستید که این سه جوان کرد رو برادران با یک قیام رود اعدام فرمودن. این مادر و خواهر این بچه ها هست که سه جوان کرد، زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین پناهی. بهروی فدایی گفته است که اعدام این سه تا جوان برگ سیاه دیگری به کارنامه ننگین و سنگین داعش درون‌مرزی افزوده شد. فدایی هر وقت میگوید داعش درون‌مرزی منظور جمهوری اسلامی است، چون لازم نیست که لفظ جمهوری رو در مورد این حکومت شترگاه فرنگ مصرف کنند. بهروی و پدری در انتها دو بیت بسیار زیبا و کوبنده از میزاده عشقی نازنین اضافه فرموده است که با چه رویی سخن از شادی ما میگویید، دستتان خونی و از عدل خدا میگویید، چه غلط ها که نکردید پس پرده دین، توف درگاه خدایی که شما میگویید. چون میدونی خدایی که اینا دارن میدونی مخلوق خود ایناست، اون خدایی که رحیم است و کریم است خدای دیگری است. بله، برای در پیوند با همین خبرم امروز بنده دیدم در خبرها که فعالان مدنی در مناطق کردنشین ایران از اعتصاب عمومی مردم در اعتراض به اعدام چند جوان کرد و همچنین حمله موشکی سپاه پاسداران به مقر حزب الله حزب دموکرات کردستان خبر دادن. بعد این اعتصاب در پی فراخوان چند حزب و سازمان کرد بوده است. به هر حال این حرکتی که دوستان میکنن، این حرکاتی که در واقع دوستان میکنن، ستم مضاعف به شهروندان ایرانی، اینی که عرض میکنم مضاعف برای اینکه خب بقیه مردم هم زیر فشار هست، اما مناطقی مثل کردستان، سیستان، بلوچستان، اینها ستم مضاعف رو تحمل. ولی خبر حیرت انگیز دیگه هم بود که اینجا بعد به خاطر صفحه‌جویی در تصویر، چون همیشه تراکم تصویر داریم که نذاشتم، ولی خبر این بود، حیرت انگیز هست این خبر. البته اداره بندر چابهار تا یک ماه آینده به هند واگذار می شود. خب تبریک عرض می کنیم، دیگه جایی رو سراغ ندارم. دوستان شما جلو بده تعارف نفرمایید، دیگه وقت دارم، راحت باشید. بله دوستان گرامی، رسیدیم به صندوق پستی. بعد صندوق پستی رو باز کرده بودم و دیدم که این آقای فدوی ما یه تعدادی طنز نوشته برای ما فراهم کرده، فرستاده. اولیش اسمش از خروج از بنبست و دو تصویر دارد. این خروج از بنبست، خب بنده خود اینو برای شما بخونم، برای اینکه نقل قول خبری دارد، چیزی رو بنده کم کس به شما عرض نکنم. خروج از بنبست اسم مطلب است. فدوی با اینکه عالم علوم اقتصادی نیست، لکن در این حد می‌داند که اقتصاد شکوهمند اسلامی
در احتضار کامل به سر میبرند و حتی فتوای برادر سبار محسن رضایی که مرحوم به رحمتون هست که فرمود اقتصاد ایران باید به تعمیرگاه برود، این حرف آقای محسن رضاییه، نیز به علت فقدان لوازم یدکی اقتصاد ناشی از تحریم های خاک پرستان دیگر کارساز نیست. و مطابق نص صریح حضرت امام لعنت الله علیه که فرمود لکن اقتصاد مال خره، به فتوای مرجع تقلید فدوی، فدوی مرجع تقلید داره دیگه، به فتوای مرجع تقلید فدوی اعلی الله تعالی شأنه، اقتصاد ایران جای تعمیرگاه باید به طویله برود. این فتوای عرض میکنم که مرجع تقلید فدوی است. حالا این که مرجع تقلید فدوی گفته از به جای تعمیرگاه اون آقا گفته بود به طویله برود، سفرنظر از این قافیه گوشی تعمیرگاه با هم هر دو با ته شنیده می شود، قافیه گوشی هست، صرف نظر از این عرض کنم که مبتنی بر فرمایش حضرت امام هست لعنت الله علیه که فرمود اقتصاد مال خره. خب خرم معمولا تو طویل است. بله، فدوی در ادامه گفته که گفتن ندارد که فدوی به عنوان شهروندی مؤمن و معتقد و متعهد از هر گونه راهکار خداپسندانه، هر گونه پیشنهاد یا راهکار خردمندانه، کارشناسانه شدیداً استقبال میکنه و از اون میان راهکار خداپسندانه که الان عرض میکنه. این بعدا لاریجانی جسارت روم به دیوار رئیس مجلس که به اتفاق سایر احوان مملکت رو بین خودشون به مناسبه تقسیم فرمودن با اذن حضرت آقا، البته ایشون فرموده که هر چقدر حافظان قرآن بیشتر شوند مشکلات اقتصادی کمتر می شود. چرا ربطی چیز دارد با شقیقه برادر؟ بله، هر چقدر حافظان قرآن بیشتر شوند مشکلات اقتصادی کمتر می شود. شما نگاه بکنید اصلا بین این دو عبارت متنافر یا واژگان متنافر اصلا می شود رابطه برقرار کرد؟ بله، فدوی گفته که باری تنها اشکالی که فدوی در این پروژه مترقی می بیند اینکه این آقا گفته آن است که برادر لوات الاسلام بل مسلمین حاج آقا سعید طوسی اید الله جیشه و ابد عیشه دیگر فرصت سرخواندن نداشته و از پا و کمر خواهد افتاد. اگه قرار باشه که این فرمایش ایشون اجرا بشه برد که هر چقدر حافظان قرآن بیشتر بشه، از کنم تصویر 26 و 27 در این ارتباط هست. بنده با اینکه گفتم دو تا تصویر داریم ولی یادم رفت که یادآوری کنم آقای بهبانی عزیز اینها رو به شما نشان میدهد. تا شما این تصاویر رو دریافت میفرمایید بعد از این آب کور مهمان شما باشه. خب دوستان، تصویر شماره 26 واضح روشن فرموده است که بچه هایتان را قرآنی بکنید. روشن است دیگه نه؟ و میدونید که این حاج آقا لوات الاسلام بل مسلمین طوسی قاری منتخب و مورد علاقه حضرت آقا ضعف الله پرستاده است. و اینجا دوستان اون که من عرض میکنم طنز تصویری اینجا دوستان انجام دادن، دارید ملاحظه میفرمایید که حضرت آقا پرسیده که شما قرآن هم درس میدید؟ شما گفته در کنارش. بله، اینم که روشن دیگه، بیش از این باز نکنید. بله، خب دوستان، مطلب بعدی اسمش از بدشانسی و این باز بعدی خبری دیشب یا امروز دیدم که اصلا حیرت انگیز بود واقعا و این در واقع دستمایه فدوی شده است برای این طنزی که اسمش از یا طنز نوشته که اسمش از بدشانسی. از وزاره میشن گفته است که به نظر میرسد که ملت ناسپاس و یا و یک لاقبای ایران سابق فقط از سوی جنود ظفرورود حضرات و آیات نظام و حجج اسلام و توابع سببی و نسبی آنان ضعف الله اعمالهم اجمعین مورد هجمه قرار نگرفته، بلکه از سوی برادران ناتنی ایشان که برادران عراقی ما باشند نیز مورد لطف مشابه قرار گرفته است. از اونجا که
ارزش وجه رایج فراهم آورده حضرات یعنی ریال به لحاظ مدیریت خردمندانه ایشان و نیز ظل توجهات حضرت بقیت الله الاعظم ارواح اونا له الفدا اج به حضیض ذلت فروغ علیته است، برادران عراقی به حمد الله و المنه این امکان را یافتن که با اهتمام بوفالو علم الهدا در مشهد مقدس پس از رفع نیازهای سکسی تازه نفس سایر نیازهای جنسی را در مریوان تهیه فرمایند. فدا یک سند منگوله دارم زمینه کرده اینا ببینید، بعد من به خبرم دارم که گفته است که خرید عراقی ها در مریوان باعث نایاب شدن کالاهای اساسی شده است. خواهد به سر ترقیم معکوس کردی و چون ریال حضرات سقوط کرده است و پول عراقی همچنان نیرومنده است، خب اینا میان و مملکت ما رو کالاها شد که خود مردم در مزیق هستن جارو میکنن و با خودشون میبرن. بله ایشون گفته است حالا بعد فرماندار مریوان هشدار داده است که خرید کالاهای اساسی از سوی مسافرانی که از مرز عراق وارد مریوان میشوند باعث نایاب شدن کالاهای اساسی در این شهر شده. ایشون گفته است که به ایسنا گفته که روزانه حدود 1100 نفر از مرز وارد مریوان میشوند، از مرز باشما وارد مریوان میشوند در استان کردستان در غرب ایران و حجم تا حجم زیادی از کالاهای اساسی خود را از این شهر فراهم بکنند. ملاحظه فرمودید؟ بنابراین این ملت یکلاغبای ما ستم مضافی که عرض کردم اینجوریه که از نهایی حضرت آیات زیر شماقه یکی مثلا از طریق برادران ناتنی حضرات که برادران عراقی ما باشه. باری بله عرضه بدارم مطلب بعدی از معامله به مصر و نمیدونم ما یه خود زودتر امروز شروع کردیم وقتمون چقدر هست باید ببانی اگه من عدول کردم لطفا تذکر بفرمایید. بله مطلب بعدی معامله به ممنونم آقای ببانی معامله به مصر مطلب بعدی است و تصویرم ندارم. عرضه بدارم که خواهش میکنم این کلیپ رو برید ببینید. متاسفانه ما به دلایلی امکان این نشان دادن اینها که خیلی بسیار جالب هم بعضی از این حقیقتا شگفت انگیز نداریم، ولی با یک سرچ خیلی ساده یا سریع میتوانید دوستان اینها رو نگاه کنید. حیف واقعا نبینید. باری مطلب اسمش از معامله ببینید. فدوی دندان روی جگر گذاشته و داشت کلیپی را ملاحظه میکرد که آن که در آن ریاست محترم آبدارخانه بیت کلید الاسلام و المسلمین روحانی دامت تحریکاتو شهیکشان میفرمود امکان ندارد بدخواهان موفق شوند ما را به قبل از سال 57 برگردانند. آنها میخواهند ما را 40 سال به عقب برگردانند. این کلیپ الان موجوده نگاه کنید. خب فدوی دردش میاد دیگه آقای بابت این مهمله که ایشان گفته است. بعد در پاسخ عرض کرده است که والا برادر کلید الاسلام به قول سید قاسم مشقاسم سابق دروغ چرا تا اعدام بین خودمان باشد ضد انقلاب نشنود. اگر شما توفیق این را داشتید که با یک قیام قعود ملت ورجاوند را 1400 سال به عقب ببرید ملت هم بیگمان خواهد توانست که شما و توابع را 40 سال به عقب برگرداند. بله این میگویند معامله به مثل که تیتری این تنظیم میشته. مطلب بعدی خطای دید هست. فدایی به دید خودش تردید کرده. تصویر شماره 28 در این ارتباط هست. از کنم خطای دید فکر کرده که حالا ببینیم جریان چی هست. تصویر شماره 28 رو نگاه بکنید لطفا. فدایی که این عکس دیده از دور فدایی ملاحظه کنید که سه چهار تا عینک داره. این یکیش تازه به هر روی فکر کرده که راجع به دریای کاسپین مردم اعتراض فرمودن. خب شادمان شده که گروهی از مردم اعتراض دارن به این داستان. بعد قضیه که باریک شده در خبر و در تصویر دیده نخیر این گرد همایی یا این اعتراض مربوط است به کلاهبرداری مؤسسه اعتباری کاسپیان
رفقای این کاسپین رو با اون کاسپین در دریای شمال اشتباه کرده. ببخشید. بله. و من دوستان لکن اینطور نیست که این برادران ما هیچ کاری نکرده باشن، هیچ کار عمرانی نکرده باشن. ای بیمه جمله بگفتی ضررش نیست، بگو یقین نمیشود. لکن اینا وقتی که پروژه ای را افتتاح میفرمایند، حرکتی که میکنن دیگه، حالا من و شما از اینا برای تنفر داریم شوربختانه، ولی بالاخره باید کار مثبت رو ما پس کنیم که عرض بگذاریم. برادر خواهر بیننده لطفا فوش نده، بذاریم من مطلب تموم شه. شما تصور فرمودید ما داریم به اینا حال میدیم، نخیر، شما من دوستان رو نگه دارید، نفرمایید تا من عرض بکنم. و داشتم عرض میکنم که این برادران ما حضرات اینا عملیات امرانی هم میکنن، تصویر داریم 4 تا، یکی دوتا هم نه 4 تا. شما نخست برای که اهمیت قضیه رو بدانید نگاه بکنید تصویر شماره 29. در این تصویر این یک افتتاح بیمارستان 50 تخت خوابی باز با به حال ساخت برادران است. در کجا؟ نه در سیستان، نه در بلوچستان، نه در کردستان، نه حتی در خوزستان، در اوگاندا است. توسط برادر محمد صلی الله جواد علیه السلام ضعیف یا ظریف یا زمخت. خب منظورم اینه تصویر شماره 29، اگه بیشتر میخواید که اطلاعات داشته باشید تصویر شماره 30 هم نگاه بکنید. این قسمت دپارتمان های یا درمانگاه های متعدد این بیمارستان هست که ملازم میفرمایید و دوستان با بدون اجازه مردم، من نمیگم این کار بد است یا خوب است، کاری با اون کار ندارم، داستان دیگری است، اما وقتی که مردم ایران نیازمندن و در کنار کوچه ها و خیابان ها بدون دارو، بدون درمان، بدون بیمارستان افتادن، خب این چه حرکتی است؟ چرا همه چیز برعکس میکنه؟ چرا که به عرض کنم که مسجد رواست به خانه حرام است، اینجوری عوضش کردید اینا؟ باری دپارتمان ها مراجعه فرمایید در تصویر بعدی شماره 30. بله خب این اون چیزی بوده که در برادران ساختن در خارج از وطن اسلامی. حالا بریم سراغ بحث کنم که پروژه های برادران در وطن اسلامی. که عرض کردم که خواهر برادر بیننده لطفا فوش نده، منظورم که صبر بکنید که به اینجا برسیم. بله بنده طرفداری نکردم. و روی تصویر بعدی رو نگاه کنید، اگر تصویر شماره 31 هست. خب این پروژه های عظیم است که دوستان هست کنم که در داخل جامعه شکومند اسلامی، در خارج آنگونه میکنن، در لبنان آنگونه میکنن. تنظیمشی فدوی داشت که در لبنان چنان پارک هست کنم با عظمتی برادران ساختن برای خواهران و برادران لبنانی ما که تماشایی است. فدوی نوشته به هنگام نوشته تنظیمشته با تصاویر مفصل، اگه خواستید بفهمید تو بنده تصاویر بیارم خدمت شما. بروی خب اگه گفتین که این ماجرا چیه، و در خبر گفته است که این فدوی چموش نمیداند که چرا این عکسی که شما دارید در مراسم میفرمایید به نواز راوی، یه نفر اینو داده به فدوی، مراسم کلنگ زنی ساخت سرویس بهداشتی شهرستان مینودشت است. این داستان، این پروژه داخلی این گونه است. یه سرباری سرداری چیزی هم با یه 2-3 کیلو درجه اینجا رو باید سرده مرازه میتنید. حالا من نمیدونم که فدوی چی شده که یهو یاد این دو بیت از یغما جندقی گرامی افتاد که بی ارتباط نیست با این داستان. حاج آقا داره کلنگ این دارنام رستروم یا دستشویی و سایر ارامینی که دارد کلنگ او رو داره به زمین میزند. بعد بیرما جندقی که در این حال هم
بسیار خوشخط بوده است، خوش می نوشته است و زمین بسیار هم تناز بوده است، اما خشمگین فرموده است که حاجی آقا خلایی ساخت که بگویند ذکر او از پس. گفت یغما برای تاریخش توشه آخرت همینت بس. از بهتر نمیشه. خب این یه پروژه، مرازه فرمودید. پروژه بعدی رو نگاه بکنید در تصویر شماره 32، این پروژه بعدی است. اینا سهم مردم ایران است از این ریخت و پاش هایی که این بزرگان بزرگواران میکنند. و اون بیمارستان ها و جای مجهز رو یا پارک ها و اینا مجهز رو در خارج از ایران ملاحظه فرمودید و به هر حال ملت ما را از اون نمد کلاهی است. تصویر شماره 32 رو نگاه بکنید میبینید که یه چیزی داره افتتاح میشه. حالا این نخ، این بیمارستان نیست، کلینیک نیست و یک سرسره است، داره افتتاح میشه. بله ملازم میفهمید بهروی فدوی گفته است که مبارک باشد این شادی به حق حادی مهدی. البته عجب خب دوستان گرامی، مطلب بعدی دو تا تصویر هست. من یه مقداری از تنظیمشتا رو با اجازه بقانی و شما فاکتور میرم که زودتر رفع زحمت بکنیم. مطلب بعدی اسمش هست جوک برگزیده. یه جوک به نظر فدوی این لطیفه است. حالا اشاره فدوی به چیست؟ دو تا تصویر در اینجا هست. عرض بکنم تا یادم نرفته 33 و 34 هست که حالا داستان از چه قرار است. نه تنها فدوی منتظر ظهور، بلکه همگان می دانند که برادران در جامعه پیش شکوهمند اسلامی با یک حساب سرانگشتی کارشان را برای دستگرمی با آتش زدن سینما رکس آبادان، باربیکیو کردن چند سر نبر آغاز فرمودند. قدم خداپسندانه بعدی به گروگان گرفتن 66 نفر از کارکنان سفارت امریکا به مدت 444 روز بود در تهران و پس از آن نیز تا لحظه نگارش این سطور عملی بیت به طور سیستماتیک ضمن شعارهای توخالی و بیمحتوای مرگ بر امریکا برای جوری جنس مشغول لگدمات کردن و آتش زدن پرچم امریکا نیز بودند. غرض فدوی از ذکر این مصیبت گزارش تاریخی نیست، بلکه پرداختن به این نکته مسخ است که حضرات آیات که تحریم های اخیر شیطان بزرگ را پرزور دیده و ماتحتشان را نیز در خطر، شیخشان به بهانه نقض عهدنامه 1955، شما را به خدا دقت بفرمایید، عهدنامه بوده در 1955 بین عرض کنم که ایران آن زمان با امریکا، هست کنم اقدامه مودت و دوستی این حرفا، اینا آمدن به این استناد کردن. خیلی رو میخواد واقعا، یعنی اصلا رو که نیست که سنگ پای چینی است، واقعا سنگ پای قزوین که قابلی ندارد که. بله با این همه خرابکاری و کسافتکاری که میشود یک آلبوم خدمت شما ارائه کرد، رفتن شکایت کردن که آقا بر اساس این اقدامه 1955 ما شکایت داریم از امریکا که چرا ما رو تحریم کرد. حرفو میزنه قیصر، چشام میره مغز سر. خب اکثر ملاحظه فرمودید از این دست عکس ها فراوان هست، فرصت شوربختانه نیست. یک مطلب دیگه عرض میکنم و رفع زحمت. خب دوستان عزیز، هر از گاهی این امکان فراهم شده است که من یک اشاره‌ای بکنم به ستون‌های ثابتی که فدوی در تنظیم اشتها داره. یکی از اونها به سرعت عرض میکنم، اسمش از آکادمی چفی مالی. چفی همون دستمان یزدی سابق است. پس بر این پایه چفی مالی میشه همون خواهی مالی سابق با فوزش. خب آکادمی چفی مالی، آکادمی اوارد، و این یک آکادمی است. حالا چیا میتونن برن این تو؟ کسانی که عرض کنم که در امر خواهی مالی سرآمد باشن، مدارکی ارائه بکنن،
شما بعدا در سایت سیاه‌کاوه تلویزیون میهن از .com و سفرا دموکراسی که اینا رو دیدید به تفصیل هست. من فقط اشاره میکنم چفیه در زیرنویس نوشته شده، چفیه دستمال یزدی صابر. خب زب مستقل از فرنگستان فدایی و مخفف زایفل و پرستانتر است همینطوری و سایر چیزان نوشته و بعد نوشته که شرایطی که شرکت کننده باید داشته باشه اینی که حداقل 25 مالش در دقیقه با تایید مراجع اعزام تقلید، که این مستخرج از تفسیر 2 بند 1 آیین‌نامه داخلی آکادمی است. بعد در بند 5 نوشته که به موجب تفسیر 3 ماده 35 تصویر شماره 35 رو مناظر فرمایید تا من این تفسیر رو بخونم. به موجب تفسیر 3 ماده 35 آیین‌نامه مصوب بیت، هیئت داوران آکادمی چفیه مالی هر 40 سال یک بار به حکم قناری انتخاب و پس از توشیح حضرت آقا از کنم مشغول به خواب قیلوله می شود. خب این تصویری که ملاحظه می فرمایید سه تن از هیئت داوران آکادمی چفیه مالی هست، تصویر شماره 35. خب پس کنم چند بار که این تکرار شده، این آگاهی چی؟ 27، 26 مورد تارا نوشته شده، این شماره 26 هست. دوستان سوال کرده بودن که آقا در این زیرنویس نوشته شده که به موجب ماده فلان هیئت داوران آکادمی چفی مالی هر 40 سال یک بار به حکم قناری انتخاب شد و از توضیح خواستن از فدایی که آقا این حکم قناری چگونه است. خب حالا فدایی داره توضیح میده که جریان از چه قراره. خب ببینید ماجرا اینجوریست که اسامی این کسانی که هیئت داوران عرض میکنن، کسانی که منتخب حضرت آقا هستن، از قیف مجلس خبرگان و رهبری چند بار رد شدن، اینها این اسامی اینا رو مینویسید و توی پاکت ها میذارید. تصویر شماره 36 که واپسین تصویر ماست رو نگاه بکنه، این یک نمونه است. شما این انتخاب به حکم قناری اینجوری است که اون اسامی حضرات آیات حجج اسلام رو در این پاکت ها که دارید ملازم فرمایید در تصویر شماره 36 در اون پاکت ها قرار میدید. آیت الله فلان، حجج اسلام فلان، اینا همطور که عرض کردم از پیش اینا از قیف مقام معظم رهبری مجلس خبرگان و فلان عرض کنم که گذشته است. این اسامی رو شما در این پاکت ها که دارید ملاحظه فرمید در تصویر 36 شما میگذارید و اون قراری مربوطه از کنم که قراری مربوطه این پاکت ها رو میاره بیرون و میندازه و اون رو برمیدارید. اسامی که تو اون پاکت هست اونا میشن از کنم که هیئت داوران جدید آکادمی چفی مالی. در پرانتز عرض بکنم که این قناری الان اینکه این که قناری باشد یا فرض بفرمایید که توتی باشد یا کلاغ باشد یا هر پرنده دیگر، بین علما الان شدیداً اختلاف است و ولی یک مقام آگاه از آکادمی که نخواست نامش تا انقلاب بعدی فاش بشود به فدوی، به فلسفه فدوی گفت که به نظر میرسد که این پرنده که میخواد منتخب بشه کلاغ باید باشه، چون به خاطر پوششش که مشکی یه دست هست و خواهران رو بیاد میاره. این است که بین علما اختلاف است ولی شانس کلاغ که جایگزین قناری یا توتی بشود در این راهکاری که عرض کردیم بسیار بسیار بالاست. خب دوستان گرامی، به پایان آمد این دفتر، مطالب به پایان هم میدیم، جوهر میدیم، جوهر مطالب همچنان باقی. من سپاسگزارم از آقای سعید بهبانی گرامی که با شکیبایی و سری سعد این مختصر رو به سمت سوی شما روانه فرمود. از کنم طعم تلخ طنز رو در یوتیوب لایک بفرمایید پیش از اینکه برادرم برسم. از تلویزیون میهن لطفا پشتیبانی بفرمایید و اسم برنامه رو اگر می توانید اسپانسر بشوید.
تحت تحقیق تحصیل اسپانسر میپذیرد، شرایط اسپانسرشیپ هم دشوار نیست، اسپانسر کافیست که خوشتی خوش اخلاق و دستور باز باشه، تا یقی ما رو نگیر که آقا ما چون خوشتی نیستیم یا خوش اخلاق نیستیم لذا اسپانسر نمیشه. نه خیر، این که شما خوشتی و خوش اخلاق هستید تشخیصش با دکتر فدمی است. سپاسگزارم از دوستانی که با ما بودن و از که از عارف قزوینی عرض میکنم خدمتتون که کار با شیخ عزیزان به مدارا نشود، نشود یک سر تا یک سر رسوا نشود، در تزویر و ریا باز شد این دفعه چنان بایدش بست، پس از بسته شدن وا نشود. برای همگان در هر جا که هستن بهروزی و پیروزی آرزو دارم. تا درود دیگر، بدرود. Thank you.